سلام دوستان، به کانال اتیسکاس خیلی خوش اومدید. در کنار یه ماشین هیولا هستیم، جل ای 450 دی که فرماتیک کوپه هستش. قیمت پایش هم 130 هزار یوروه که جلوتر اطلاعات کلی ماشین رو بهتون میدم. امیدوارم خوشتون بیاد. حتما لایک و سابسکرایب کنید و برای دوستاتم حتما شیر کنید اگه خوشتون اومد. نمای فوق العاده است. قسمت اینتریوش، قسمت بیرونش هست که رینگ 22 اینچش رو میبینید و یکی از زیباترین قسمت های طراحیش اینه که بالات کوپه است. این قسمت عقبش که میاد فوق العاده زیبای نمای خیلی قشنگی به این ماشین داده و همینطور چراغ فوق العاده جذابش که مولتی LEDه که میبینید چندین قسمت مختلف داره و از LED های مختلف و همینطوری قسمت گریل جلوش که لوگوی استاره مرسدس هست و اینجا هم یه دریچه هوای فکر داره. فوق‌العاده ماشین زیبا و جذابیه. خب ما هم داخل فضای داخلیش که فوق‌العاده فرمون خیلی جذاب و یه سری دکمه‌ای که اینجا هستن که برای به حال کنترل ماشینه، ولی اینجا صدا هست، آهنگ هست، اینجا میتونید برای ست کنید اینجا فاصلتون با ماشین عقبی و یه سری دکمه‌ای که شاسیاش هست و قسمت استارتش هم توی اینجا هست اگه ببینید و یه قسمت دیگه هم که برای تنظیمات نور و چیزهای دیگه هست اینجا هست که میتونید ببینید. توی کنسول وسطش هم که چیز جذاب است، این دستگیرهایی که داره خیلی به حال توی رانندگی میتونید حالا حس خوب میده، میتونید نگه دارین یا حالا چیزهای دیگه. و اینجا هم یه فضایی هستش که اگر نزدیک ببینید اینجا دو تا قسمت شارژ داره، اینجا هم که گوشیتون میتونه بزنید برای شارژ و این قسمت هم دو تا قسمت برای قرار دادن خود نوشیدنیاتون هست و اینجا هم یه پنل تاچ داره که میتونید باش اگه میبینین اینجا میشین راحت کنترل کنین. حتی قسمت آفرود داره، تنظیمات آفرود که اینجا کلا نشون میده که شیپ ماشین و خیلی اطلاعات دیگه در مورد موتور و خیلی اطلاعات دیگه اینجا بهتون کلا نشون میده. و اینجا هم یه دونه اهرم داره که اگه بتونیم اینجا لوگوش رو ببینیم که برای بالا پایین کردن شاسی ماشین هست. بعد قسمت هم یه فضا داره، دوباره یه شارژر دیگه اینجا داره که میتونیم ببینیم و یه فضا خیلی بزرگ هم که اینجا داره برای قرار دادن گوشی و چیزهای دیگه. و در مورد دربش هم که میتونم بگم که یه سری قسمت خیلی جذابش اینه که تو معمولا این دکمه همیشه روی قسمت پایین صندلی هست و دید ندارین، کنترل خیلی سخت میشه. اینجا دیگه راحت میتونید تمام تنظیماتتون انجام بدین و تنظیمات صندلی بالا پایین کردن و خیلی چیزهای دیگه، حتی قسمت فنش و گرمایشیش رو اینجا میتونید راحت انجام بدین. بریم با هم فضای عقب
که سرنشینا میشینن و با هم ببینیم که من کامل که اولین ماشینایی که من تجربه کردم که البته خب صندلیش یه ذره جلوتر هست ولی خب با این حال یه فضای خیلی خوبی داره برای سرنشینای عقب که یه تجربه خیلی فوق العاده هستش. خب بریم با هم فضای عقبش هم ببینیم که طریق باز شدنش هم اینه که اینجا یک بار فشار میدیم و کاملا اتوماتی حتی برای بستنش هم اینجا همون دکمه رو دوباره میزنی که رو اتومات کلا بسته میشه. حالا میتونیم با هم یه بار دیگه باز کنیم فضای داخلش رو با هم ببینیم که یه فضای فولاده بزرگی داره که حتی اون صندلیاش هم زمانی که بخوابه یه فضای کافی رو درست میکنه که زمانی میخواد چمدون و وسایلات رو قسمت هم اینجا دوتا اسپیکر داره که برای کیفیت بالای صداش هست که فوقالعاده فضای خیلی بزرگیه. حالا میتونیم نمای عقب میتونیم هم بریم از نزدیک ببینیم که فضای فوقالعاده بزرگ و زیبا که اون قسمت هم معمولا چیزای چرخهای زاپاسش رو اینا اینجا قرار میدن که با این دستگیره اینجا هست و قسمت هم که میتونه برای لیفت هست که این مقدار بالاتر بیاد زمانی که خواهی بار رو چیزی قرار بدین و گفتم اینجا هم که دوتا اسپیکر داره دو طرفش همینطور این سمتش که فوق‌العاده فضای زیبایی داره. اینجا هم قسمت لاکشو و قسمتی که زمانی که میخواییم دکمه بستنش رو انجام بدیم. خب یه مورد دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم که زمانی که میخواین یه باری دیگه یا یه وسیله دیگه رو حمل کنین اول درش رو باز میکنین. اینجا یه دکمه داره که زمانی بزنید کم زمان میبره ولی از پایین قسمتش هست که شما میتونید یه کاروان یا چیز دیگه رو بهش وصل کنید و اینجا حتی پلاگ داره که زمانی که میخواید بر برقش و چیزهای دیگه و یه بار دیگه هم اگه این دکمه رو بزنید جمع میشه. حتی یه ذره فکرم زمان ببره ولی انجام میشه. همونطوری که میبینین چون ماشین شاسی هست و ارتفاع زیاده زمانی شما میخواین یه باری رو جابجا کنید اینجا یه دکمه ای داره زمانی که شما بزنید خود شاسی ماشین کلا پایین میاد. حالا من از یه ویو عقبتر یه ذره عقبتر لطفا بری که اینجا هم قشنگ ببینید. حالا من این دکمه رو میزنم شما میتونید تغییر ارتفاع رو ببینید. آروم داره میره پایین. امیدوارم تو ویدیو یه مقدار مشخص باشه و همینطوری اگه دوباره بزنم و میره برمیگرده بالا دوباره حالت قبلیش. خیلی آروم داره میره بالا. این هم یکی از آپشنایی که داره.